سلام، من اله میرفزلی هستم. امروز به سفارش فرهنگ فاندیشن میخوام در مورد نون خشک یزدی براتون صحبت کنم. در قدیم درست کردن نان زحمت زیادی داشته و گندم به مقدار زیادی در دسترس همه افراد نبوده. همچنین همه نمیتونستن که توی خونه تنور داشته باشند یا اینکه هیزم به مقدار خیلی کم توی طبیعت یافت میشده. به خاطر همین مردم تصمیم گرفتن که نون را خشک کنن تا در فصل هایی که گندم به اتمام برسه یا در جاهایی مثل صحرا و دشت و بیابان که دسترسی به تنور نداشتن از نون خشک استفاده کنن. پختن نان آداب خاص خودش را داشته. برای خمیر کردن نان از ظرف های مخصوصی به نام تغار استفاده میکردن. برای تهیه نان گندم را از آردی که به آسیاب محله یا ده برده بودند استفاده میکردن. آرد سبوسدار کامل و همچنین مایه خمیر خانگی. امروزه از مایه خمیرهای فوری استفاده میشه، ولی در گذشته روزی که خمیر میکردن برای نون پختن یک چانه از اونا نگه میداشتن تا این به مایه خمیر یا همون خمیر ترش تبدیل بشه و فردای اون روز با استفاده از این خمیر ترش خمیر را عمل میابردن. آرد گندم را داخل تغار میریزه و به اندازه یک سوم اون آب اضافه میکنه. همچنین نمک و زردچوبه به نون تنوری اضافه میکنه. در قدیم بیشتر خونه ها تنور داشت، اما بعضی از افراد خونشون کوچیک بود یا اینکه از نظر مالی نمیتونستن که تنور بسازن و هیزومش را تأمین کنن. به خاطر همین توی هر محله یک تنور شریک میساختن و افراد به نوبت داخل اون تنور نونشون را میپختن. از صبح زود نوبت هر کسی مشخص بود و خمیرشون را جوری اندازه میکردن و درست میکردن که ساعتی که باید نون بپزن خمیر ور اومده باشه. ورز دادن خمیر جزء هنرهایی بود که مادر بزرگ ها و مادرها به دختران یاد میدادند. عروس ها وقتی که به خانه بخت میرفتند اولین کاری که میکردند نشون دادن هنر نونپزی به خانواده همسر بود. خمیر نباید خیلی سفت یا شل باشه، باید یک خمیر لطیفی باشه که یکم هم چسبندگی داشته باشه. گندم با زحمت زیاد به دست میاد، به خاطر همین ما تا ذره آخر خمیر را از ظرف جدا میکنیم. خب یک ساعت و نیم از زمانی که ما خمیر کردیم گذشته، خمیر کاملا ور اومده. الان میریم با هم خمیر را ببریم برای پخت نان. برای داشتن نون خشک یزدی بعد از اینکه خمیر را به دیواره تنور زدم، آتش اضافی را از زیر تنور خارج میکنم و بعد این ظرف آهنی را روی سپای تنور قرار میدم. بعد نونا را از دیواره تنور میکنم و میذارم روی این قسمت آهنی و بعد در تنور را میذارم تا به مدت 20 ساعت یا 24 ساعت کم کم نون خشک بشه و نون خشک یزدی به دست بیاد. Thank you.
از قدیم نان ماده اصلی سفره ایرانی بود. به خاطر همین ایرانیان نان را برکت خدا میدونن. ممنون از فرهنگ فاندیشن و شما که تا این لحظه همراه ما بوده. Thank you.